thank <music> you حیلا در گیریفتم در گیریفتم اول سیخ دوم لطر گیریفتم سه اون سیخ سنگ زدم در پینگ و سینجا چاروم از نیچه هیپو در گیریفتم اجمشی شیشه زدم د پای پی میده اصابی جور دیگه در من من ده امم گیریفت و میشی شهر بود و محل ایده پولی میده وقتی خالی که شیشه را در پایپ دم زنگا از آمد از خانم لطیفه گفتن سمد کجایی نوری دیده گفتم خانم هیون پایی پیاده از بس پدر زدم پیس نمنده مجبور شدم بهرم پایی بیاده از اینجا تانه و باد خیلی رایه پیر شدم و تانم رسیده اله ها در بیگیری پولی میده مره جدا که هدی از خانواده بسم الله الرحمن الرحیم بیننده های عزیز سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم منم امیدوارم که صحتمند و سرحال باشین و لباس آفیت بتن داشته باشین بیننده های عزیز در این ویدیو می راجع به وضعیت خانواده متعد و همچنان اسمت الله و شما معلومات بدیم ای که اینا فعلا در چی شرایطی هستن مصرف مواد دوباره شروع کردن یا نه در کجا زندگی دارند بیشتر معلومات میدیم امیدوارم که تا آخرین دقایق شما ما را بیننده باشند دوستای عزیز همه شما در جریان این که سال قبل یک خانواده متاد ما به تصویر کشیدیم که شامل یک زن و یک طفل ما و این خانواده سالهای سال بود که دامنگیری پدیده مواد مخدر بود و در یک وضعیت بسیار بعدی قرار داشت ما میخواستم این خانواده را نجات بدم از این شرایطی که داشتن و خوشبختانه با کمک و یاری شما عزیزا این خانواده را ما در کمپ متادین انتقال دادیم و این مادر بسیار علاقمند به این بود که از شر این پدیده ای اعتیاد خلاص و یک زندگی دور از مواد مخدر داشته باشه خود شما به تصویر دیدن که خانواده با پای خود در کمپ آمد و بسیار علاقمند ترک بود این خانواده تقریبا به مدت یک ماه در کمپ بستر بود در این مدت متاسفانه یک سلسله اتفاقای رخ داد یک سلسله کمکاری رخ داد که بعد از او کمپ های متعدین در سطح شهر غزنی بسته شد و این خانواده هم که به سرنوشت به کدام خانه و جای دوباره آغشته مواد مخدر شد و فعلا در جمع مصرف کننده ها است و ما بابت از این قضیه واقعا ناراحتم خیلی آرزو داشتم که این خانواده به مثل خانواده حمیده و مصطفی پاک شوند و یک زندگی پاک و بدون مواد مخدر را داشته باشند البته ما چند بار راجع به خانواده برای مسئولین کمپ پیشنهادهای خود داشتم ولی متاسفانه حرفای من زیاد شنیده نمیشد اگر بیشتر اصرار میکردم اونا طوری برداشت میکرد که گویا ما در مسائل کمپ اونا مداخله مونم دیگه متاسفانه که قضیه به جای خوب ختم نشد این خانواده دوباره به مصرف مواد روی آورد و کمپای شخصیم که در سطح شهر غزنی بود توسط امارت اسلامی جمع شد و مسئولین کمپ هم فعلا در بند جنایی هست ای که به چه دلیل اینا را بازداشت کرده ما متعلق نیوم ولی کمپای متادین جمعواری شد و امارت هم بدون شک دلایل خاصی خود داره و می خواهیم راجع به اسمت الله صحبت کنیم همه شما در جریان دوستای عزیز بعد از اینکه اسمت الله مرا ترک کرد در یک جای دیگر رفت مصروف فعالیت چینل یوتیوب بود و متاسفانه اونجا را هم ترک کرد اسمت الله بیرون شد از اونجا در یک هتل بود و باش مکد دو بار برای ما تماس گرفتک اظهار پشیمانی کرد و مرا گفت دوباره میخوایم با تو باشم در کنار تو باشم و با بعد کارهایی که کدم عذاب وجدان دارم خب من هم متاسفانه جای نداشتم قسمت الله را در اونجا نگهداری کنم چون قسمت خانه و خانواده نداره و مو اساس نشد که قسمت الله را با خود بگیریم و قسمت زمانی که پولش خلاص میشه دوباره رومیاره به مواد مخدر و مصرف مواد را شروع مونه و بعد از قسمت الله پولش خلاص میشه مجبور میشه که شب و روز خود در زیر پول سپری کنه در این جریان امارات اسلامی در ادامه جمعوری معتادین از سطح شهر و زیر پول اسمتالله الله رم از زیر پول جمعوری مونه و انتقال میده در کمپ دولتی فعلا اسمت الله در کمپ دولتی زیر درمان قرار دارد دوستا از زوی ما بیشتر در کامنت ها راجع به وضعیت اسمت الله و همچنان این خانواده معلومات خواسته بودن به او خاطر این معلومات برای شما دوستا ارائه کردم یک موضوع دیگر که باید یادآور شم دوستای عزیز یک تعداد خانواده ها برای ما عکس فامیلشان که در افغانستان و در غزنی هستند و اونا مبتلا به مواد مخدر است برای ما فرستاده بود تا اونا را پیدا کنم و انتقال بدیم به کمپ ما قبلا هم یادآور شدم که تمام کمپ ها فعلا بسته و فکر نکنم امارات برای کمپ های شخصی دیگر در ولایت غزنی اجازه فعالیت بده بنابر مشکلاتی که وجود داشته و یک موضوع دیگر هم که ما باید برای شم برای عزیزای ما خانواده محترم شما هایی که عکس اعضای فامیل برای ما فرستادین و میخواین ما از اونا احوال داشته باشم خب زمانی که ما بخوایم اونا را پیدا کنم معلومات بگیرم باید چندین روز وقت خود زایع کنم بالاخره پول خودم مصرف کنم کرایه موتر و نان چاشت و بعضی مسائل دیگه خب من که خانه دارم زندگی دارم مصرف دارم ای که اعضای فامیل شما پیدا میشه یا نمیشه یک بحث ولی ای که من تلاش خودمونم زحمت خودم یکشم وقت خود از زایمونم بحث جدایم و اعضای ما که واقعا میخواین اعضای فامیلتون پیدا شوه و ای را من بدون کدام رو در باسی و روکو پست کنده مگم که باید امو حق زحمت را شما برای ما روان کنین تا ما دنبال اعضای فامیل شما باشم چون قبلا ما چندین خانواده را اعضای فامیلش پیدا کردم کسایی که اعضای فامیلش در اینجا متاد بود خانهش در پاکستان بود در اعضای فامیلش در کانادا و استرالیا و اروپا بود ما اینا را به هم رساندم این متاد که بود اینجا زندگیش از ایرو به او رو شد اعضای فامیلش پیدا شد و اونا که خانوادهش در پاکستان بودن یک معتادش که در افغانستان بود، اونا را توانستند که پیدا کنند دوباره جمعشان جمع شود، هزای فامیلشان به خانه برگشت، فقط ما بودم اینجا که سرشه و سربال گشتم پول خود مصرف کدم وقت خود زای کدم ولی متاسفانه نادیده گرفتن و هیچ گونه ما را در این قسمت یاد نکدن. حتی کسی که جنازش در دشت افتاده بود از سردی زمستان یخ زده بود ما چندین دوست به خاطر از او آدم سرگردان شدم در چند اداره دولتی مجبور شدم رفتم تا معلومات از او را در بین متادین رفتم تا امور دقیق هویت از او را تشخیص بدم و تقریبا خیلی پول خود هزینه کدم و او را انتقال دادن به غزنی شناسایی شد دوباره انتقال دادن به جاغری ولی متاسفانه که خانواده هیچ گونه در قسمت مرا یاد نکردن پرسان نکرد که در این مدت چقدر پول خود مصرف کردی نکردی چقدر وقت تو ضایع شد نشد به مو اساس یک کم دلسردی سردی برای ما ایجاد شد واقعا نومی شدم گفتم این همه تلاش مونم برای از مردم کارایشان رام مندازنم پیش مبرم ولی متاسفانه که همی قدر ما را مد نظر نمیگرند که آدم هم پول خودم مصرف کرد وقت خود از زایه کرد باید امیر یک تشکری دقل ازش کنیم یک جبران کنیم با مو اساس از ما که کارتان در افغانستان مخصوصا در شهر غزنی اینجا است میخواین ما برای تان امور یک قسم حل کنم خب ما در این مدت خوشبختانه مشکلات هموطنهای خود جدا از که مشکلات اداری بوده بعضی مشکلات خانوادگی بوده بعضی کارهای دیگر بوده که اینا میخواستند ما برشان دهین اینجا انجام بدم خوشبختانه ما تانستم اینا را برشان انجام بدم و از ما که بازم میخواین اگر کدام کاری که از دست ما ساخته باشه و شما به اون نیاز دارین برای انجام بدم ولی به یک لحاظ که دقل امو حق زحمت ما که اینجا میکشوم امو را شما باید پرداخت کنین دیگه دوستای عزیز برنامه ما انشالله که ادامه دارم خب ما تلاش منم برنامه خود از صادقانه به پیش ببرم یکی متاسفانه یک تعداد شاید تلاش کنن برای ما کدام دستیزه سازن یا یکی دوسیه بسازن دیگه باسم ما واقعا نمیفهمم که برای از چی بگم یا نگم ولی تا که برای ما شرایط اجاب منفعالیت کنم فعالیت خود با پیش مبرم به عنوان یک انسان به عنوان یک جوان وظیفه انسانی خود در قبال هموطنهای عزیز خود انجام میدم تا زمانی که شرایط محیا بوده انجام میدم بعدش اگر شرایط برای ما ایجاب نمکد امیدوارم که شما مرا درک کنین و مام که نهایت تلاش خود در این قسمت کدوم سختی کشیدم قربانی دادم بالاخره از خودگذری نشان دادم فداکاری کدم و این که تا کجا میرسه دیگه دیده شوه که تا چه قسمت ما پیش مریم اگر کدام عزیزی در قسمت ما کدام همکاری از دست شاخته یه. لطف کنین ما هم به همکاری شما عزیزا نیازمندم تا اگر, اگر فعالیت بتونم که خوب اگر نتونم حداقل به بنبست مواجه نشوم از زای دل ما هم به همکاری شما خوبان نیازمندم امی رقم زندگی که است یک به یک دیگه متحصیل ما همه ما به مثل یک دایره در کنار هم هستیم بالاخره یک روز کار ما به شما بنده یک روز کار شما به ما بنده ما خو نهایت تلاش خود فعلا انجام دادم کاری که از دست ما ساخته بود با تصویر کشیدن ساحات ولایت غزنی بود کمک به نیازمندا بود و صحبت با مردم بود که نهایت تلاش خود کردم برای شما دوستا به صورت درست انجام بدم از ازای دل ای بود معلومات راجع به خانواده موتاد و همچنان اسمت الله که خدمت شما تقدیم کردیم. تا ویدیوهای بعدی شما از دارا به خداوند پاک میسپارم.